بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند دانا و توانا بینندگان خوب برنامه روشنا سلام های گرم ما را پذیرا باشین از طریق این برنامه امروز هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع دیگر اگر در هفته های قبل برنامه ما را دنبال کرده بودین در پنج ها قرار است که ما راجع به حقوق تربیتی کودک در خانواده با هم صحبت هایی داشته باشیم و امروز بحث ما مشخصا راجع به مو... موضوع حق تعلیم و تربیت کودک که از مصادیق حق هزانت است که از هفته گذشته و را آغاز کردیم با هم صحبت داشته باشیم برای همه ما و شما با عنوان پدر و مادر بسیار مهم است و های اهمیت است که کودک ما چگونه تربیت شود و در کجا تعلیم پیدا کنه درس بخوانه تحصیل کنه و همیشه دنبال ای هستیم که از چه راههایی استفاده کنیم تا یک فرزندی را تحویل جامعه بدیم که از نظر تربیتی واقعا مورد تایید ما باشه و در جامعه بتونه سربلند باشه و از عهده مشکلات خودش بتونه بر بیاید و فرزند قوی باشه برای همه ای ما این دغدغه وجود داره و مهمترین بحثی که ما را در این زمینه مورد کمک قرار میده بحث ایست که در تعلیم و تربیت کودک خود کوشا باشیم و یک مسیری را فرار روی او قرار بدیم. تا بتانم ما را به این هدف که کودک ما یک شخصیت مناسب داشته باشه و بتانه وارد جامعه بشه و باعث سربالندی ما بشه وجود داره پس امروز راجع به این موضوع با هم صحبت های خواهیم کرد کارشناس برنامه خانم عالمی هستند در خدمتشان هستیم سلام خانم عالمی خوش آمدیم به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و همه ی بینندگان عزیز انشالله که روزی خوبی را رو داشته باشن و بتوانیم در کنار یکدیگر مطالب مفید را برای بینندگان ارائه بدیم انشالله خواهم عالمی ما همه ما دیدیم که چقدر تعلیم و تربیت فرزندان برای پدر مادرها مهم هست و همه ما سعی میکنیم همون رقم که گفتم یک راه خوب و مناسبی را پیدا کنیم تا کودک ما به نحو احسن تعلیم و تربیت شود اما باز یک سری راههایی را هم شاید بلد نباشیم یا با توجه به اینکه جامعه در حال پیشرفت هست، علم و تکنولوژی در حال پیشرفت هست، راه و روش های تعلیم و تربیت هم طبیعتا فرق کرده و ما دنبال این هستیم که بدانیم حق تعلیم و تربیت مشخصاً در گام اول برای ما بگیم که شامل چی مواردی میشه و چه تعریفی داره بله خب تربیت در اصطلاح همونطوری که مشخص هست از واژش اینه برای همه بینندگان قطعا قابل فهم هست این یک سری رفتارها و سازوکارهایی هست که والدین در خصوص یک تغییراتی در اطفالشون میخواین ایجاد کنن که اونها رو بالاخره از لحاظ استعداد و شخصیتی شکوفا کنن یعنی شخصیتشون رو پرورش بدن روحشون رو پرورش بدن یک سری فضایل اخلاقی را در اولادهایشون به وجود بیارن و از طرفی هم اگر استعدادی یعنی که قطعا هر انسانی این هر طفلی در وجود خودش یک استعدادهایی هست به واسطه همون تربیت و همون رفتارها هست که استعدادها, استعدادها شکوفا میشن دلسته. و خب این در یک حقی هست یعنی حق بر تربیت کودک یعنی کودک یکی از حقوقی که خب بر عهده والدین هست بر کودک این هست که والدین وظیفه دارن که کودک را تربیت کنن یعنی این ای هم میتونم میتونم بگیم که بحث تر... تربیتی کودک علاوه بر اینکه یک حق هست برای والدین یک تکلیف هم هست یعنی با اما با عنوان یک مسلمان هم از جانب شرع اسلام و مقدس برای پدر و مادر ای تکلیف شده که باید که نسبت به فرزندان خودشون نسبت به تعلیم و تربیتشون نسبت به پرورش فضایل اخلاق در فرزندانشون اینها باید تلاش کنن و هم که خود بحث تربیت یک بحث صرفاً بحث نیست که بگیم که خب چون ما مسلمان هستیم فقط برای ما واجب شده تکلیف شده ما ببینیم که یکی از تقویمشو گفت قوانین بسیار مهم حقوق بشری اصلا همین بحث تربیت فرزند هست شاید بودش از لحاظ خب ما بگیم که در بحث در تربیت همونطور که در برنامه قبل هم مبحث هزانت رو مطرح کردیم مهم. گفتیم هزانت یکی از بعد مادیش خب هم بحث نفقه میشه و بحث برآورده های نیاز های مادی خب اطفال و کودکان هست که حالا باز اونها را بررسی کردیم خب یک بعد دیگه هزانت برمیگرده به بر پرورش و تربیت یعنی بحث تربیت فرزند هم اینها هم میره زیر مجموعه هزانت که بحث هزانت یک بحث بسیار محکم و حقوقی است که ما حالا میتونیم بگیم که در اصلا کلا در سطح بین ملل به صورت جدی مطرح هسته که واقعا هست. یک کودک هم به محضی که تولد پیدا میکنه و در یک محیط خانواده حالا در هر محیطی که این رشد پیدا میکنه یکی از حقوقش که جز به حقوق حق حضانت محسوب میشه هم بحث تربیت هست یعنی نمیتونه که پدر و مادر به واسطه این که بگه که خب من از این حق خودم چون میگیم که یک حق هست میتونیم این حق رو اسقاط کنیم بیاری کنار بگذارم او وظیفه هست تکلیف هست که فرزند خودش رو تربیت کنه و خب قطعا هم این بر پدر و مادر یکی از حکمت های این که خب واجب شده هم قانون این را اومده بر پدر و مادر تکلیف کرده هم و شرط این هست که خب طفل یک موجود کاملا ضعیف و بیپناه هست و واقعا در اوایل زندگانی خودش نیاز به سرپرست و نگهداری داره اه. و حتی در طول زندگانی خودش یعنی تا زمانی که خب ما کودک رو تعریف کردیم گفتیم در سطح بین تا سن 18 سال این حقوق بشر کودک را کنونسی حقوق کودک پایان سن کودکی را 18 سال گفته خب حالا در قانون کشور خود ما هم همینطور حالا یک سنی را مطرح کرده این پایان سن کودکی حتی فقط به همه دوره طفولیت بر نمی گردن. مخصوصا در جامعه ما که دختران تا زمانی که ازدواج نکردن و تا زمانی که متعهل نشدن اینها در مسائل این بسیار از مسائل مربوط به هزانت اینها نگهداریشون تربیتشون همیشون ها به عهده پدر مادر هست که حالا باز در قسمت پسر خوبی فرق میکنه چرا که اگه از یک سن خاصی اگه پسر بتونه خودش از خودش مراقبت کنه و مخارج خودش رو تامین کنه خب بحث نفقه و اینها منتفی میشن ولی بحث تربیت یک بحثی هست که همشر او رو تأکید کرده به لحاظ اون موقعیت خاصی که طفل داره م -م. هم قوانین حقوق بشری هم کنوانسیون حقوق کودک اومده بر او تاکید کرده که کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستن باید در زمینه تربیت مخصوصا این وظیفه والدین دانستن و هم ما در قانون مدنی افغانستان هم داریم بحث هزانت که گفته بودیم یکی از مصادیق هزانت همین بحث تربیت بود در قانون احوال شخصی هم همینطور بسیار تاکید شده که روی بحث تربیت کودک مخصوصا تربیت اسلامی کودک و در قانون حقوق طفل کودک در افغانستان این هم اونجا هم خیلی تاکید شده که باید که یکی از حقوق اساسی و مهم کودکی هست که بر تربیت او خانواده باید تلاش و کوشش داشته باشم. بله دقیقا سپاس از شما ما در فضای مجازی زیاد دیدیم خانم عالمی شاید دوستان هم دوستان بیننده هم متوجه بودن تلاش های والدینی که شاید خودشان سواد ندارد در جامعه ما حالا به دلیل عواملی که وجود داشته از تحصیل دور ماندن والدین اما همین والدینی که از تحصیل دور ماندن تلاش های زیادی دارن برای اینکه که فرزندانشان مثل خودشان نباشن و به حال یک فرد با سواد تقدیم جامعه کنند ما دیدیم که پدری را دیدیم عکس پدری رو که روی یک بایسکل سه یا چهار تا فرزندش با تلاش حتی در هوای سرد و راه های صعب العبور به مکتب میرسانه و سعی میکنه که به هر طریق شده ای حق را حق تحصیل حالا جزء حق تعلیم و تربیت هست برای کودک خود قائل بشه و این بسیار خوشایند است که اهمیت و ضرورت حق تحصیل حالا دیگه نهادی نشده در خانواده ها چی خانواده هایی که از سطح سواد بالای برخوردار هستند و چه خانواده هایی که از این نعمت برخوردار نیستن و محروم هستند میبینیم که اهمیت و ضرورت او همون رقم که شما تاکید کردین که در کنوانسیون های بین المللی و در قوانین داخلی کشورهای متعدد راجع به او تاکید شده ما میبینیم که خوشبختانه در خانواده هم این مورد پذیرش قرار گرفته و تلاش زیادی برای تحصیل او داره صورت میگیره خب راجع به اهمیت و ضرورت حق تعلیم و تربیت و ای که چه تأثیری داره بر آینده ای کودک بر ما بیشتر صحبت کنی. قطعا یکی از مراحل یکی از دورانهای مهم و حساس انسان همین دوره طفولیت و کودکی او هست مخصوصا یک دوره ای که خب یک کودک پا به عرصه جهان وجود میگذاره و باید که تمام آینده او در گروه همه دوران است چرا که شخصیت او تمام اون تربیت او بر در آینده بر میگرده به همین سالهای دوران کودکی اگر طفل در دوران کودکی خب نسبت به او توجه شده باشه تمام نیازهای او از هر لحاظ که حالا باشه چه نیاز مادی باشه چه نیاز معنوی روحی و روانی اگر اینها در اینها برآورده بشه به اونها توجه شده بشه خب در آینده قطعا میتونه یک تاثیر مثبت بگذاره بله. و خب ما در آموزه های دینی خودمون هم بسیار تاکید شده که فرزندان خودمون را در قرآن تاکید شده گفته که نسبت به فرزندان خودتون ضرر ضرر نرسانید یک آیه صریح قرآن هست و این مصداق زرر خب یکی از مسادق بسیار مهمش همین بحث تعلیم و تربیت هست بله. شما تصور کنین که بله اصخایی میکنم از شما چون که اگر اجازه بدین یک وقفه کوتاه داشته باشم با بیننده های عزیز برمیگردیم و ادامه بحثا با هم پی خواهیم گریم اللهم صلی على محمد و آل محمد اللهم صلی على محمد و محمد اللهم صل على محمد خب خوش آمدید مجددا به برنامه روشنا راجع به حق تعلیم و تربیت کودک با هم صحبت میکنیم در خدمت کارشناس محترم خانم عالمی هستیم راجع به اهمیت و ضرورت حق تعلیم و تربیت با هم صحبت کردیم بر همه ما واضح هست که عوامل زیادی روی تعلیم و تربیت کودک مؤثر است که از او عوامل خود محیط خانواده دوستان دوستانی که کودک ما انتخاب میکنه و با, با آنها همبازی هست و حتی محیط تعلیم و تربیت مکتب، مکتبی که میره همه اینها روی تعلیم و تربیت او اثرگذار هست برمیگردیم به ادامه بحث خام عالمی راجع به اهمیت تعلیم و تربیت صحبت میکردیم ادامه بحث از شما میشنویم بله خب بحث به اونجا رسید که ما در آموزه های دین اسلام خودمون مخصوصا در قرآن بسیار تأکید شده بر تعلیم و تربیت فرزندان مم. یکی از آیه هایی که خب بسیار تأکید کرده در قرآن در قرآن فرمودن که خدا متعال که هیچ پدر و ما مادری حق نداره که نسبت به فرزند خودش ضرر برسانند و این واقعا یک جمله بسیار وسیع هست و یکی از مصادیقش میتونه همین بحث تعلیم و تربیت باشه مم. یعنی اگر یک پدر و مادری نسبت به تعلیم و تربیت فرزند خودش کوتاهی کنه قطعا به او ضرر رسانده این مم. یکی از دورانهای مهم کودک همین دورانی که خب کودکی هست برمیگرده به همین تعلیم و تربیتش حالا میگیم تعلیم مم. و تربیت صرفا فقط آموزش مکتبی نیست همین تربیتی که خب وظیفه پدر و مادر هست که برخی از آموزهای اخلاقی و دینی و اجتماعی و فرهنگی رو به فرزندان خودشون بیاموزن امه. اگر نسبه اینها کدایی کنن خب حتی روایت داریم که ما آق فرزند هم یعنی عاق والدین هم داریم بله. ما یک عاق والدین داریم یک آق فرزند داریم یعنی فرزندانی که والدین اونها نسبت به تربیت اونها کوتاهی کردن خب در آینده اینها متضرر میشن وقتی که یک کودک در زمانی که طفل است در زمانی که کودک هست نوجوان هست ممکن است متوجه نباشه اما زمانی که ممکن است خب یک سن بزرگسالی به یک درک و فهمی برسه خب متوجه بشه که خب در کودکی چقدر نسبت به اون کوتاهی شده و حتی گفته شده که این فرزندان ممکن است والدین خودشون را آغ کنن یعنی نفرین کنن یعنی واقعا یک بحثی است که بسیار میتونیم اهمیت تربیت رو تا این حد ما میتونیم بگیم که یک فرزند اگر در آینده خودش دچار انحرافات هر نوع انحرافات باشه انحرافات اخلاقی باشه در دچار شکست هایی باشه در زندگی خودش چه در زمین های شغلی چه در زمینهای های تحصیلی در زمینه شخصیتی اگر ممکن است دچار مشکلاتی باشه همه اینها برمیگرده به همون مسائل تربیتی که در دوران کودک با والدین خودش داشتهایی و میتونم واقعا اهمیت تربیت را برای ما بیشتر روشن کنم بله دقیقا سپاسگزاریم از شما خانم معلمی همون هم که شما گفتید پس اهمیت و ضرورت را شکر خدا و الحمدلله خانواده های ما در کردن و لازمیش ای هست که خانواده ها تلاش کنند تا محیطی را بر فرزندانشان آماده کنند هم از بود روانی و معنوی و هم از بود مادی که کودکان بتونن در او به نحو احسن تربیت بشن و تعلیم بیابند سپاسگزاریم از شما اما بیایم راجع به حق تربیت حالا صحبت کنیم این که چه مصداق هایی داره و مصادیق حق تربیت چی است برای کودک بله خب تا تق... میگیم کودک از زمانی که متولد میشه خب این حق تربیت از همون لحظه همراه با تا... کودک هست یعنی دقیقا از همون لحظه ای که خب کودک متولد میشه پدر و مادر در کنار مراقبت های جسمی که از کودک دارن وظیفه دارن که او را تربیت کنن خب ای تربیت کدک این تربیت کودک برمیگرده به اینکه خب مخصوصا اگر طفل در یک خانوادگی مسلمان و مذهبی باشه یکی از وظیفه‌اش این هست که خانواده نسبت به خوراک و پوشاک کودک خودش واقعا تلاش داشته باشه یکی از مصادیقی که خب ما در بحث تربیت فرزند داریم بحث لغمه حلال هست که خیلی تاکید شده در روایات که میگن که لغمه حلال بسیار بر تربیت فرزندان تاثیر داره و واقعا هم این غیر قابل این کار هست این هم روایات این را زیاد تاکید کردم و هم شاید به عین خانواده ها خودشان هم به نحوی ایره تجربه کرده باشند که اگر آم. هر چقدر لغمه که خب پدر خانواده بر سر سفره خانواده ای قرار میده هر چقدر که حلال تر باشه بر میزان ای تربیت فرزندان قطعا بیشتر بر تاثیر مثبت خواهد گذاشت و یکم که دوران های تربیت خب متفاوت هست در اسلام دوره تربیتی به سه دوره تقسیم شده یک دوره هست که کودک را میگه که صرفا باید به تفریح و بازی بپردازه و واقعا خیلی جالب هست که اسلام یک روانشناسی خاص خودش را داره و واقعا هم چقدر این روانشناسی که چقدر سازگار م. هست با او نیازهای فرد و او با او کارکردهای فرد تصور کنید این که اینکه اسلام ها تأکید داره که در سالهای اول مخصوصا سه سال اول تاکید شده که با کودک زیاد بازی کنه یعنی کودکان رو به بازی و سرگرمی تشویق کنن <applause> و تا جایی که میتونن که چرا که خود همین بازی،, بازی, کردن با کودکان یا بازی کودکان با یکدیگر همینها خب چه تاثیرات روانی و تربیتی بر روی کودک میتونه بگذاره خب در روانشناسی ثابت شده که وقتی کودکان با یکدیگر بازی میکنن یا حتی اگر هم بازی ندارن مثلا پدر و یا مادر یا والدینشون یکی از اونها با اونها بازی میکنن در روند همین بازی کردن بسیاری از مسائل عاطفی بسیاری از احساسات یعنی بحث هیجان ها اینها در کودک هم پرورش پیدا میشه و هم برای پدر و مادر شناخته میشه در طول بازی هست که ما میتونیم واقعا به این شناخت برسیم که فرزند ما تا چه, چه اندازه عاطفی هست تا چه اندازه میتونه با همسانان خودش تعامل داشته باشه میتونه تا چه اندازه از خودش دفاع کنه و بسیار از مباحث تربیتی دیگه بحث بازی واقعا یک بحث بسیار مهم هست در دوره برای تربیت کودک و این حتی اینی به قدری اهمیت داره به قدر اهمیت داره که در قوانین کشورها هم حتی به این تاکید شده گفته که مثلا در کنوانسیون حقوق کودک تاکید شده که کودک باید که یکی از حقوق کودک این هست که به تفریحات و مسافرت برده بشه و او تفریحات سالمی که برای کودک از لحاظ روان لازم هست برای کودک حتما باید تأمین بشه و همچنین در قانون حقوق طفل کودک در افغانستان هم تاکید شده که باید کودکان تا جایی که امکان داره یعنی بنابر او اقتصاد شرایطی که داره به تفریح و استراحت و بازی بپردازن بله دقیقا. من فکر میکنم همین بازی همون رقم که شما اشاره کردین فرصت تعامل با دیگران را بر کودک فراهم میکنه و نخستین مرحله ای هست که کودک در او تجربه میکنه که دور،, دور, از محیط خانواده با افراد دیگری که همسن و سالش هستن خود را در واقع یک محک بزنه و شاید خیلی از توانمندی های همسن و همسالان خود ببینه و سعی کنه که مانند اونها رفتار کنه در راستای رشد خود بر یا حالا مسائل دیگه مثل مسئولیت پذیری مثل مهارت حل مشکل کنترل خشم و مواردی که در همون قهر و آشتی ها و بازی های کودکانه کودک میتونه اونها رو یاد بگیره این مهارت بسیار مهم است که اه، پس بر عهده پدر مادر است که این محیط رو بر کودک فراهم کنن که با همسالان خودش بازی کنه و در تعامل با اونها باشه و از موارد دیگه که شما ذکر کردین فکر فکر میکنم بحث دوستی بود خانم المی ما اگر که حتما نظارت داشته باشیم بر دوستانی که طفل ما انتخاب میکنن این هم زیاد بر تعلیم و تربیت او فکر می کنم موثر است حالا بفرماییم بر ما که چه تأثیری دارد دوستان بر تعلیم و تربیت کودک قطعا یکی از نیازهای اصلا کودک و اصلا هر فردی این هست که با همسالان خودش در تعامل باشه حالا چه کودک باشه چه بزرگسال باشه بقید. و این در کودکان بسیار بیشتر این نیاز احساس میشه چرا مم. که خب یک فضایی هست که واقعا موقعیت رشد و شکوفایی بسیار از استعدادها رو در کودک فراهم میکنه همونطور که شما بقید. اشاره فرمودین یک کودک در بازی با کودکان و همسالان خودش بسیاری از تجربه هایی رو میتونه کسب کنه که واقعا نمیتونه با بازی با پر پدر و مادر خودش را کشف حسن. کنه یعنی شاید ممکن است یک طفلی خوب تک فرزند باشه یکی از والدین هم مجبور باشه که با او بازی کنه و خودش رو حتی در مقام یک کودک قرار بده ولی کن او تجربه دیگه که کودک با یک کودک میتونه کشف کنه قطعا او تجربه نمیتونه از ارتباط کودک با بزرگترهای کشف بشه و همونطور که میبینید که شما در بحث صحبت کردن هست در بحث بسیار از یادگیری مهارت ها هست چون یک طفل وقتی که تا زبانی که با یک طفل دیگه که ممکن است از خودش یک سخن بگه با آنها رو رو نشه یا حتی سخن گفتن رو یاد نمیگیره یعنی حتی سخن گفتن رو از پدر مادر یاد نمیگیره اینها حتی از همسالان خودش یاد میگیرم. چه برسه به باقی مهارت ها که واقعا این الگوگیری از همسالان در بین فرز... کودکان و اطفال بسیار زیاد هست بله. پس باید مواظب باشیم که کودک که ما در چه محیطی و با چه, با چه, کسانی, چه کسانی, در ارتباط هست خب و بعد, خب 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 بعد دیگه بر ما بگی و یک دوره دیگه خب بعد از بازی کردن دوره آمادگی برای تعلیم و تربیت هست ممکن است خب سن سالهای بین چهار تا پنج سالگی وقتی که میگذره دیگه بحث بازی کردن همچنان وجود داره ولی باید ما طفل خودمون رو کودک خودمون رو آماده کنیم برای اینکه خب وارد یک سن نوجوانی قرار بشه که میخواد به مکتب بره و وارد پا به عرصه آموزش و تعلیم بگذاره مهم. خب یک دوره هم زمان با این که خب میتونیم ما با کودکان خودمون بازی کنیم او را آمادگی بدیم بدیم که خب کم کم یک مسئولیت های خود را قراره بپذیره و همین خب دوره هایی که خب به عنوان پیش از مکتب برای کودکان گذاشته میشه خب اینها بسیار مفید خواهد بود در دوره و بعد یک دوره دیگه هم هست که دوره نوجوانی هست که دوره شکوفایی استعدادها هست و دوره استقلال فرزندان هست که اونجا هم خب یک سری هایی هست که باید انجام بشه برای که نوجوان ما قرار هست اگر در دوران خود کودکی خودش اگر تربیتی حالا در کنار بازی ها و تفریحات دیده اگر در دوران مدرسه آموزش دیده در این دوره قرار هست که اینها در شخصیت کودک نوجوان ما تثبیت بشه و ما به عنوان یک شخصیت مستقل از او باید یاد کنیم و او را در نظر بگیریم دیگه یک کودکی نیست که زیر دست ما باشه و ما با مدام با او به عنوان یک کودکی رفتار کنیم با او برخورد کنیم که هموار مطیع ما باشه و فرمانبردار ما باشه سپاسگزاریم از شما اجازه بدین که ادامه بحث با هم بعدا دنبال, ب... دنبال, کنیم و سپاسگزاریم از شما همراهی شما بینندگان عالی قدر که ما رو در برنامه راشنا همراهی میکنیم فراموش نکنید که منتظر انتقادات پیشنهادات و نظرات سازنده شما در برنامه هستیم از طریق شما تماسی که زیر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خب به بخش پایانی برنامه امروز روشنا خوش آمده راجع به حق تعلیم و تربیت کودک با هم صحبت های داشتیم میریم سراغ ادامه بحث خب خمال می راجع به مصادیق تربیت با هم صحبت کردیم مواردی را گفتین از جمله محیط بازی و دقت در این که دوست دوستیابی کودک ما به چه صورت هست و چه دوستانی داره نظارت بر اونها و همیشه ادامه مواردی را که باید به او توجه بشه ولی یکی از مصادق تربیت خب در کودک بحث پرورش شخصیت کودک هست که هم از لحاظ روانشناسی بسیار بر اون تأکید هست خب چون دوره کودکی یک دوره هست که ما میگیم تمام اون چیره که قرار هست در آینده یک شخصیت کامل از یک کودک بروز و ظهور کنه در دوره کودکی قرار هست اینها شکل بگیره خب شخصیت کودک از همون دورای کودکی شکل میگیره بحث عزت نفس ما همونطور که خب در برنامه های گذشته هم داشتیم و در سایر برنامه ها مرحب. بحث عزت نفس گفتیم یکی از مباحثی هست که پایه های او از همین دوران طفولیت کودک و کودکی اینها مرحب. در کودک اینها شکل میگیره بحث اعتماد به نفس هست و مباحث اینچنینی این مباحثی که مربوط به شخصیت یک کودک میشه برمیگرده به جزء تربیت کودک محسوب میشه و واقعا یکی از مواسه بسیار مهم هست مباحث تربیتی بحث شخصیت کودک هست شما تصور کنید کودکی که قرار هست در آینده خب این دارای یک شخصیت داشته باشه که خب عزت نفس بالایی داشته باشه یک شخص محکم و با اراده باشه در کودکی باید واقعا مسائل این چنینی به اون بسیار توجه بشه از مباحثی که خب باعث میشه که شخصیت کودک بهتر تقویت بشه و مستحکم بشه در اسلام خب زیاد توصیه شده یکی از اون مباحث بحث احترام و تکریم کودک هست مهم. و اینکه هر چقدر والدین در طول سالهای زندگی حالا این فرق نمیکنه که ما بگیم که حتما اختصاص داره به همین دوران طفولیت حتی در دوران نوجوانی در دوران جوانی در همه دوران یک انسان نیاز داره که همیشه مورد احترام قرار بگیره و تکریم بشه خب در دوره کودکی بیشتر اهمیت داره چرا که قرار هست او شخصیتش شکل بگیره و این بحث تکریم و احترام کودک خودش یک نقطه آغازی هست برای شکگیری بسیاری از مباحث از قبیل عزت نفس و حب ذات مخصوصا در خود شخص شما تصور کنید وقتی یک کودک مورد احترام قرار میگیره تکریم میشه احساس میکنه که خب یک شخصیت ارزشمند هست حتی هم کودک یک ساله یا دو ساله اینها رو قشنگ به تناسب او درک خودش اینها رو واقعا میتونه دریافت کنه که احساس ارزشمندی را شما از یک کودک در یک کودک دو ساله حتی میتونین این احساس ارزشمندی را به وجود بیارین <تصفح> همین احساس ارزشمندی برای کودک باعث میشه که خب من خودم را چون من ارزشمند هستم بنابراین باید خودم رو دوست داشته باشم <تصفح> و <تصفح> این حب ذات رو در شخص به وجود میاره <تصفح> خود حب ذات میشه مقدمه مقدمه بسیاری از فضایل اخلاقی <تصفح> بسیاری <تصفح> از مباحثی که باعث میشه که شخصیت کودک در آینده به شکلی بهتری خب فرم و شکل بگیره خب به ذات باعث میشه که شخص خب خدا را هم دوست داشته باشه چون وقتی که خودش رو دوست داره که و بحث و باحث توحیدی ما میتونیم بیشتر در کودک خودمون بحث کنیم مم. بحث شما تصور کنید کودکی که خب پنج ساله هست یا شش ساله هست وقتی این نسبت به خودش احساس ارزشمندی نباشه باره. نداشته باشه میگه خب من از خودم نفرت دارم واقعا هم هست من میبینم که طفل پنج ساله شش ساله به راحتی میگه که من از خودم بعدم میاد من خودم رو دوست ندارم ولی با <applause> همه این باعث همو برمیگرده به رفتارها و نوع رفتارهایی که والدین با او داشتن دقیقاً همینطوره چه کودکی که حس ارزشمندی میکنه و چه کودکی که حس بی میکنه همون رقم هم که شما اشاره کردیم برمیگرده به نوع رفتاری که پدر و مادر او با او داشتن و چقدر مهم هست همون رقمی که شما گفتین چقدر خانم عالمی باید مواظب باشیم و متوجه باشیم که تک تک رفتارهای ما مثل یک ذره کودک ما گرفته و الگو میگیره از او یک سخنی بود که از بزرگان که میگفت اگر میخواین که کودکتان رو تربیت کنین مراقب رفتار او نباشین بلکه بیشتر مراقب رفتار خودتان باشین چون کودک دقیقا کارهای شما رو تقلید خواهد کرد و این خیلی مهم همون رقم که شما اشاره کرده بحث ای که یک طفل احساس ارزشمندی و عزتمندی میکنه در ای که بعدها چه مسیری را انتخاب میکنه برای تکامل شخصیتش و هرچه که حس ارزشمندی در او بیشتر باشد طبیعتا گرایش به فضایل اخلاقی او بیشتر خواهد بود میشه من شما ادامه بحث بله همطور که خب شما اشاره فرمودین یکی دیگه از مباحث تربیت فرزند همین بحث پرورش فضایل اخلاقی در اه. کودکان هست اینی اگر ما بتوانیم در کنار این که خب یک شخصیت محکم و استوار از یک کودک میخوایم ایجاد کنیم حالا با ایجاد اعتماد به نفس در کودک یا عزت نفس در کودک یا احساس ارزشمندی در کنارش داشتن فضایل اخلاقی هم واقعا ضروری است فضایل اخلاقی از قبیل مهربانی، گذشت، ایثار، تعاون همکاری با دیگران اینها جز فضایل اخلاق محسوب میشن بله. این پرورش این فضایل اخلاقی در کودک واقعا جز مسائلی هست که بسیار میتونه در زمین تربیتی واقعا در آینده یک کودک تأثیر بگذاره شما تصور کنید یک مادری که میاد و ایثار و گذشت رو خب حالا همطور که شما فرمودین با رفتار خودش به کودک می یا بحث مهربانی رو خوش ما یک مادر از یک مادر مهربان یک کودک مهربان تربیت میشه تغیباً. و قطعا ما نمیتونیم تصور کنیم که از یک مادر پرخاشگر و همیشه عصبانی و افسرده تبقیه تص... رو داشته باشیم که یک کودک شاد پرنشاد و سرزنده واقعا ام. نمیشه همچین تصوری داشت یعنی بله. فرزندان ما آینه رفتارهای ما هستن همونطور که شما فرمودین یعنی برای تربیت فرزندانمون ما قبل از اینکه بخوایم فرزندان خودمون رو تربیت کنیم باید خودمون رو تربیت, تربیت کنیم در زمینه مباحث فضایل اخلاقی هم همینطور هست یعنی ارزش های اخلاقی فضایل اخلاقی تا زمانی که در وجود خودمان نهادینه نباشه و برای خودمان معین نباشه و ما خودمون این ارزش ها رو تعیین نکنیم و برای اونها در مسیر زندگی خودمون عملی نکنیم و برای اونها برنامه نریزیم ما به هیچ اونو نمیتونیم بحث ایثار و گذشت را بحث صداقت را برای فرزندان خودمون اینها را بیاموزیم و اونها تفهیم کنیم در زمینه حق تربیتی که شما گفتید ما آنطور که شما مثال دادید چون مادر در محیط خانواده بیشتر در تعامل است با کودک و از طرفی هم پدر در محیط بیرون است آیا این تکلیف حق تعلیم و تربیت که بر عهده پدر و مادر است و حق است بر کودک تنها میتونیم بگیم که مادر در این زمینه مسئول است یا نه پدر هم هست از یک طرف پدر بیرون از خانه است کمتر تعامل داره با کودک در این زمینه این حق را چطور پدر باید ادا کنه حالا مادر در محیط خانواده هم رقم که اشاره شد و صحبت کردیم با رفتارها و نظارت بر تربیت درست کودک این کار انجام میده پدر هم آیا نقش موثری داره قطعا یعنی اتفاقا ما در بحث همین مباحث تربیتی یکی از مباحثی که خیلی تاکید شده یک روایتی از یکی از ائمه اطهار اومدن که فرمودن که در بحث عبادت مخصوصا در بحث نماز میگه که پدر باید که فرزند خودش را در بحث نماز نسبت به اونها نباید بی‌تفاوت باشه ولی خیلی جالبه که به پدر ایر توصیه کرده و چرا به پدر ایر توصیه کرده به خاطر اون جایگاهی که پدر در خانواده یعنی پدر در فرهنگ ما در فرهنگ اسلامی ما مهم. مهم. پدر یک جای که مقتدری داره اقتداری که هست. چون سرپرست هست و یک اقتدار خاصی در محیط خانواده داره و این اقتدار رو که برای پدر قائل میشه و معمولا برمیگرده به همون رفتارها و سیاست که یک زن در محیط خانواده داره دقیقا. که برای یک مرد یک اقتدار رو وجود میاره که در مواقعی خب زن مناچار هست که به مرد رجوع کنه و واقعا ای نمیتونیم ایره انکار کنیم بگیم که خب پدر در یک جاهایی نمیتونه تاثیر داشته باشه و واقعا قطعا هم تاثیر خواهد گذاشت وقتی که ما با از مرد یک شخصیت مختلف در خانواده معرفی کردیم برای پدر و برای فرزندان و در برخی مسائل واقعا هم رجوع به پدر بسیار مهم هست و همون بحث الگوگیری هم که شما فرمودین <applause> اشاره کردین این هم بر میگرده به پدر این پدر هم دقیقا مستاق همین میشه که اگر یک الگویی میتونه باشه برای فرزندان خودش در هر زمینه تربیتی و او بحث اقتدارش واقعا به فکر یک بحث بسیار مهم هست که اگر <applause> اقتدار یک مرد در خانواده حفظ بشه مباحث تربیتی بسیاری در خانواده میتونه حل بشه <applause> دقیقا پس همون هم که شما گفتید دست به دست هم میدن پدر مادر در راستای تعلیم و تربیت کودک و به نحو باید هوای یکدیگر را داشته باشند مادر مواظب اختزار پدر باشه و پدر هم مراقب باشه تا مادر همو حال خوب را همو عشق و محبت باشده. را تزریق کنه به خانواده از طریق همو هوایی که داره پدر هوای مادر را داره از این طریق میتونه که در هر صورت هر دو در راستای تعلیم و تربیت کودک یک گاب مثبت بردارن اما بیان راجع به آثار مخرب عدم توجه به حق تعلیم و تربیت هم با ما یک صحبت هایی داشته باشیم که اگر ما توجه نکنیم به این حق تعلیم و تربیت حالا بعضی از خانواده ها متاسفانه هستن که زیاد توجهی به این حق تعلیم و تربیت ندارن و حالا شاید تعداد زیاد فرزندانی هم که در خانواده دارن و مشغله زیادی که دارن اونها را اجازه نده فرصت برشان که زیاد توجه کنن به این مسئله حالا چه آثار مخربی داره عدم توجه من پدر و مادر برای تعلیم و تربیت کودک در آینده او و در زندگی او قطعا خب این آثارش کاملا واضح و مشخص وقتی که مشخص هست وقتی که پدر و مادر یکی از وظایفشون در کنار مراقبت از جسم کودک این هست که مراقب روح و روانی کودک هم باشه چرا که کودک در هر در نهایت در محیط خانواده نیاز به حمایت داره و اگر این چتر حمایتی از سوی پدر یا مادر یا اگر مثلا با یکی از اینها زندگی میکنه از سوی پدر و یکی یکی از یکی از اینها این ای فرزند محروم باشه از این چتر حمایتی حتما زیانهای های خیلی زیادی رو متضرر خواهد شد مخصوصا در بحث آینده شغلی آه. شما تصور کنید که پسری که قرار هست در آینده ای خودش مسئولیت یک خانواده را بر عهده بگیره اگر در محیط خانواده نسبت به تربیت او کوتاهی شده باشه خب در آینده واقعا چطور میتونه خودش یک زندگی را تشکیل بده به یک مسئولیتی را بر عهده بگیره از اون طرف هم دختران ما هم همینطور یعنی اگر بحث مسئولیت پذیری خانم قاسمی ما امروز واقعا یکی از مباحثی است که بسیار با مشکل برخورده جوانان دوستان. ما که یکی از مشکلات این که خب سر باز میزنن جوانان ما چه دخترها بچه چه پسرها از مسئولیت تشکیل خانواده همین بحث عدم مسئولیت پذیری اونها و واقعا برمیگرده به همون تربیت ناقص یعنی مشکلی که در اینها در دوران خوب کودکی داشتن در دوران نوجوانی داشتن <applause> که اگر اینها به درستی مباحث تربیتی برای اینها اجرا میشد ما الان با جوانان روبرو نبودیم که به محض اینکه خب اینها یا از تشکیل خانواده سرباز میزنن و یا اگر هم وارد زندگی میشن با انبوهی از مشکلات برخورد میکنن و اصلا نمیتونن اینها قدرت رویارویی با مشکلات را ندارن و نمیتونن که واقعا با مشکلات نمبارزه کنن و اینها را حل کنن و در نهایت به جدایی ختم میشن که همونطور که نتیجهش رو میبینیم که امروز بسیار جدایی بین دختران و پسران بسیار زیاد اتفاق میفته با. با اینکه گویا اینکه حتی میبینیم که اینها با هم آشنایی های خیلی زیادی هم دارن بسیار هم در قبل از ازدواج اینها تلاش میکنن که نسبت به همدیگه شناخت داشته باشن و واقعا مشکل یه عدم شناخت دیگه نیست اینها هم برمیگرده یکی از مباحث خیلی مهمش برمیگرده به مباحث تربیتی اینها بله دقیقا پس همو خلایی که ناشی از عدم توجه پدر و مادر در دوران کودکی بر حق تعلیم و تربیت کودک است تا پایان عمر میتونیم که با او همراه خواهد بود. بود. و چه خوب است که راج به این موضوع بیشتر توجه داشته باشن والدین عزیز سپاسگزاریم از شما خانم عالمی که امروز تشریف آوردین در برنامه و با ما صحبت های مفیدی داشتین همچنین خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید در برنامه روشنا و تشکر که امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید اما پنجشنبه هست ارزای ارادتی داشته باشیم و با پیشگاه حضرت ولی جل الله تعالی فرج و شریف السلام علیک یا قائم آل محمد اللهم عجل ولی کل فرج منان اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه